رفقا سلام، یکی از مهمترین قطعات مصرفی در خودرو تسم تایم هستش. تو این ویدیو میخوایم با همدیگه اون نشانه ها و علائمی که به ما هشدار میده که زمان تعویض تسم تایم فرا رسیده رو بررسی کنیم، هم علائم ظاهری، هم علائم کارکردی و هم علائم غیر مستقیم. این ویدیو رو تا انتها ببینید و نظرتون رو هم برای من کامنت کنید. چند مورد علامت هستش که ما بر طبق اون میتونید زمان تعویض تسم تایم رو متوجه بشید. اولین علامتی که وجود داره علائم ظاهری تسم هستش. این موارد رو وقتی میتونید ببینید که تسم باز شده یا قاب محافظ رو برداشت. من علامت ظاهری رو میگم و توضیح این علامت هم خدمت عرض می‌کنم. اولین علامتی که ممکنه رو تسم ببینید ترک‌های عرضی یا طولی روی تسمه هستش. این به دلیل خشک شدن لاستیک و از دست رفتن انعطاف‌پذیری در تسمه به دلیل حرارت و گذر زمان به وجود میاد. این علامت رو دیدید، تسمه رو باید تعویض کنید. دومین علامتی که ممکنه شما ببینید ریش یا ساییده شدن لبه ها هستش. این علامت به دلیل خطا موقع نصب، یعنی نصب اشتباه، و همچنین کج بودن پولی‌ها و یا ورود جسم خارجی هستش. این علامت رو هم دیدید باید تسمه رو تعویض کنید از روی ظاهر. در برخی موارد شما می‌بینید که دندانه‌ها لب‌پر شده یا بریده در اون قسمت لایه دندانه‌ها. این به دلیل ضعف در لایه دندانه و جنس اونها هستش، یا به دلیل گیر کردن سیستم تایمینگ، تایم رد شدن از تایم، کم و زیاد شدن هستش که این تسمه به این روز افتاده و حتما باید اون موقع هم اونو عوض کنه. یک زمانی هستش که میبینید بیش از حد سطح داخلی تسمه براق یا صاف شده. این به دلیل اصطکاک بیش از حد یا استفاده از تسمه بیکیفیت وجود میاد. در برخی مواقع شما می‌بینید تغییر رنگ پیدا می‌کنه تسمه به رنگ خاکستری یا قهوه‌ای. این به دلیل دمای بیش از حد یا تماس با روغن موتور به وجود میاد که اون موقع هم باید در جا تسمه را عوض کنید. دومین علائمی که باعث میشه شما بفهمید زمان تعویض تسمه تایم به وجود اومده برسیده، علائم عملکردی روی موتور هستش. اینها زمانی اتفاق می‌افته که تسمه لغ شده، کش اومده، یا یک یا چند دندون جابجا شده. یه سری یعنی اگر این اتفاقا بیفته یه سری علائمی روی عملکرد موتور میبینید که این علائم به شما این هشدار رو میده که تسمه‌تون رو با عوض کنید یا حالا نصب مجدد کنید. اولین علامتی که ممکنه شما مشاهده کنید روشن نشدن موتور یا استارت بی ثمر هست، یعنی استارت نه خودرو روشن نمیشه. این دلیلش تایمینگ سوپاپ ها و میلنگ به هم خورده، به این دلیل این علامت پیش میاد. یه علامت دیگه اینه که صدای تیک تیک یا ضربه از موتور ببینید. خب این یعنی برخورد سوپاپ ها یا پیستون در موتورهای احتراق داخلی به وجود اومده. یک علامت دیگه که ممکنه ببینید کاهش شدید قدرت و شتاب هستش. این به چه دلیل به وجود میاد؟ این علامت زاویه باز و بسته شدن سوپاپ ها تغییر پیدا کرده و در واقع تسمه تایم عامل از بین رفتن این زمان بندی دقیق باز و بسته شدن سوپاپ ها شده و در این مورد هم باید تسمه را بررسی و تعویض کنید. یک علامت دیگه که ممکنه شما ببینید لرزش غیر عادی در دور آرام هستش. ناهماهنگی سیکل احتراق بین سیلندرها باعث میشه که به صورت غیر عادی در دور آرام لرزش مشاهده کنید. یک علامت دیگه هم خاموش شدن ناگهانی موتور هستش تو حرکت. خب این معلومه که ممکنه یکی از دلایلش پارگی تسمه تایم یا پرش چند تا دندونه از تسمه باشه یا اون از تایم خارج شدن موتور باشه. سومین نشانه های در واقع زمان تعویض تسمه نشانه های غیر مستقیم هستش. ببینید اگر هیچ علامت خرابی ندیدی، اینا بدونید که تسمه عمر مشخصی داره که باید بر اساس کیلومتر یا سال تعویض بشه. اولا که به صورت دوری هر 30 تا 35 هزار
بازرسی دوره کنید تصمه را، چک زهاری کنید و بین 50 تا 60 هزار هم 50 تا 60 هزار کیلومتر هم تعویض ترسمتان را به صورت کامل تعویض کنید. همچنین شما باید شرایط موتور رو هم در نظر بگیرید، گرمای زیاد، گرد و خاک، رانندگی شهری زیاد، سلو کار کردن یا همون درجا کار کردن خود رو باعث میشه شما این تصمه رو زودتر عوض کنید. اما یه سری علائم هم هست که نشان دهنده خرابی دیگر قطعات مجموعه تایم هسته، چون خرابی هر کدوم میتونه باعث پاره شدن تصمه بشه. خب اگر شما از موتور صدای ساییدن یا جیرجیر از سمت تصمه دیدید، ممکنه هرزگرد یا بلبرنگ صفر کن خراب شده باشه. اگر نشتی آب از واتر پمپ دیدید، در بیشتر خود را پمپ آب با تصمه تایم میچرخه و نشتی آب از پمپ آب ممکنه روی تصمه و خرابی اون تأثیر بذاره. همچنین اگر دیدید پولی ها کج هستش یا لق هستش، هم باید اینو در نظر گیرید که تصمه ممکنه ساییده بشه و دچار پارگی بشه و حتما باید اون رو بررسی و تعویض کنید. نکته خیلی مهمی که بخوام خدمتتون عرض کنم، تصمه تایم بسیار روی کارکرد موتور تاثیر داره. زمانی که شما میخواید تصمه رو تعویض کنید، سعی کنید بجز تصمه متعلقات و قطعات مربوط به تصمه رو هم تعویض کنید. اگر از قسمت کاسنمدهای میسوپاپ یا میلنگ نشتی روغن دیدید، بدونه که تصمه خراب شده، یعنی قاتل تصمه تایم همون نشتی روغن هستش و ریختن روغن در روی تصمه. اینو در نظر داشته باشید که وظیفه اصلی تصمه تایم زمانبندی موتور هستش. ببینید بیشتر یا کمتر حرکت کردن میلنگ یا میل بادامک نسبت به یکدیگر، یعنی به هم ریختن تایمینگ موتور، و قطعاً در واقع این تایمینگ و تنظیم حرکت کردن این دو میلنگ یا میسوپاپ وظیفه تصمه تایم هستش. یعنی کارکرد موتور و بازدهی موتور منوط به کارکرد درست تصمه تایم هستش. پس بسیار مهم هستش که شما به موقع این تصمه رو تعویض کنید. خب دوستان، این هم از نشونه‌های زمان تعویض تصمه تایم که ما اون رو به صورت کامل بررسی کردیم. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. برای دوستانتون بفرستید، لایک فراموش نشه و همینطور سوالایی که در این زمینه دارید یا هر زمینه‌ای نسبت به خودروی خودتون دارید، در قسمت کامنت ها از من بپرسید، من و دوستان حتما پاسخ میدیم. اگر هم تجربه‌ای در این زمینه دارید، با ما به اشتراک بذارید تا استفاده کنید. موفق و معید و پیروز باشید.